به نام خدا، رسیدیم به فصل 15 تحریزی تحت عنوان ارزیابی و پیاده کردن طرح. تا به اینجا ما راجع به مفاهیم و کلیات تحریزی گفتیم، راجع به طراحی محصول، طراحی فرایند صحبت کردیم، روش‌های استقرار ماشین‌آلات رو مطرح کردیم، جریان مواد رو بررسی کردیم، نرخ خرابی رو تخمین زدیم، تعداد ماشین‌آلات نیروی انسانی رو محاسبه کردیم و در نهایت به طراحی خط تولید پرداختیم، سیستم حمل و نقل رو طراحی کردیم، خدمات مورد نیاز کارخونه رو راجع به صحبت کردیم، فضاهای مربوط به کارخونه رو، روش‌های تعیین فضا رو مورد تجزیه تحلیل قرار دادیم، روش‌های دستی طرح استقرار رو گفتیم، الگوریتم‌های کامپیوتری طرح استقرار رو توضیح دادیم و در نهایت به مکانیابی یا جایابی طرحمون پرداختیم. در نهایت کاری که میمونه توی روند ایجاد یک کارخونه و طراحی کارخونه، ارزیابی و پیاده کردن طرح هستش که در این فصل به اون میپردازیم. هدفی که دنبال می‌کنیم این هستش که هماهنگی و ارتباط لازم رو بین مراحل قبلی انجام شده ایجاد کنیم، بتونیم طرح اولیه‌مون رو به یک طرح مادر تبدیل کنیم. ارزیابی طرح در موارد مربوط به وضع موجود یک کارخونه به منظور رفع نقاط ضعف انجام میشه و همینطور ارزیابی طرح‌های مختلف برای یک پروژه جدید مشخص و انتخاب بهترین طرح از بین اونها انجام میشه. تکنیک‌های مربوط به انتخاب طرح به این ترتیب هست: ما معایب و مزایای طرح رو لیست می‌کنیم، اونها رو رتبه بندی وزنی می‌کنیم، بعد از اون از یک سری فرایند سلسله مراتبی استفاده می‌کنیم یا به عبارتی AHP و سعی می‌کنیم بهترین روش رو، بهترین تکنیک رو انتخاب. شاخص‌های مربوط به کارایی طرح به این صورت هست: مورد اول شاخص حمل و نقل مستقیم. یک معیاری وجود داره به اسم B که در واقع معیار فاصله این هستش که یک قطعه در طول خط تولید طی می‌کنه. این شاخص هرچی کمتر باشه بهتر هستش. به عبارتی در طرحی که B اون کمتر باشه، یعنی فاصله کمتری رو داره یک قطعه در طول خط تولید طی می‌کنه، بنابراین می‌تونیم بگیم که اون طرح کاراتر هستش. شاخص بعدی شاخص حمل و نقل غیر مستقیم هست. این شاخص میتونیم بگیم که معیار مناسبی برای اندازه‌گیری درجه مکانیکی بودن حمل و نقل مواد هستش. هرچی این شاخص به یک نزدیکتر باشه یا به عبارتی بزرگتر باشه، برخلاف شاخص قبلی بهتر هستش. این شاخص به این ترتیب محاسبه میشه: A به روی B که A مجموع حرکات خودکار یک قطعه هست و B کل مسافت طی شده توسط یک قطعه. مورد سوم شاخص استفاده از جاذبه زمین هستش. فرمول این شاخص برابر است با D به روی E که D کل مسافت حرکت عمودی با استفاده از نیروی جاذبه هست و E کل مسافت حرکت عمودی با استفاده از ماشین یا انسان. مورد بعدی شاخص اولیه بارگذاری خودکار ماشین. فرمول مربوط به اون F به روی سجی هستش. F حاصل جمع درصدهای زمان گذاشتن و برداشتن بار نسبت به زمان سیکل هست و G تعداد کارگران این ماشین. شاخص بعدی شاخص ثانویه بارگذاری خودکار ماشین هست. فرمول مربوط به اون H به روی سجی هست. G تعداد کارگران این ماشین رو نشون میده و H حاصل جمع درصدهای زمان گذاشتن و برداشتن بار نسبت به زمان سیکل کار هست. شاخص مهمی که وجود داره شاخص انعطاف پذیری خط تولید هست. فرمول اون J1 به روی K1 هست. J1 تعداد ماشین‌ها یا ایستگاه‌های کاری مرتبط با عملیات مورد نظر رو نشون میده و K1 تعداد کل ماشین‌ها یا ایستگاه‌های کاری در خط تولید. شاخص بعدی که مربوط به همین انعطاف پذیری هست، شاخص انعطاف پذیری محوطه تولیدی هستش. به این ترتیب محاسبه میشه J2 به روی K2. J2 برابر است با تعداد ماشین‌ها یا ایستگاه‌های کار در محوطه تولیدی مورد نظر و K2 برابر است با تعداد کل ماشین‌ها یا ایستگاه‌های کاری در محوطه مورد نظر. شاخص فضای راهروها هم خیلی اهمیت داره، چرا که ما گفتیم که 30% از فضای مربوط به تولیدمون مربوط به راهروها خواهد بود. R مساحت کل راهروها هست و Q کل مساحت محوطه مورد نظر. شاخص تراکم سطح تولید، این شاخص هم بسیار مهم هستش. فرمول مربوط به اون یه خورده با جزئیات بیشتری هستش: M حداکثر طول ماشین، U حد اکثر عرض ماشین، P مساحت مورد نیاز کارگر جهت انجام کار
یعنی ابعاد مورد نیاز جهت انجام کار، مثلا کارگر مورد نیاز هستش که دست رو دراز کنه، خم بشه، پاشو ممکنه بالا بیاره، کلیه این کارها که باعث میشه مساحت بیشتری به یک کارگر جهت انجام کار تخصیص داده بشه. کیو کل مساحت محوطه مورد نظر، آر مساحت کل راهروها و یو مساحت اشغال شده توسط انبارهای موقت. این شاخص میتونیم بگیم که خیلی شاخص کاربردی و کلیدی هستش. به این ترتیب محاسبه میشه M به علاوه 2 ضرب در N به علاوه 2 به علاوه P به روی Q منهای R به علاوه U. شاخص فضای انبارها هم بسیار با اهمیت هست. فرمول مربوط به اون Q منهای U به روی Q هستش و Q کل مساحت محوطه مورد نظر و U مساحت اشغال شده توسط انبارهای موقت هستش. شاخص بعدی که شاخص آخری هستش شاخص استفاده از حجم انبار هست. V حجمی از انبار هستش که میتونیم حداکثر موجودی رو به اون اختصاص بدیم و W کل حجم انبار هست. برای شاخص حجم انبار ما میایم حجمی از انبار که حداکثر موجودی رو به خودش اختصاص میده رو تقسیم بر کل حجم انبار میکنیم. این شاخص میتونیم بگیم که معیار خوبی برای ارزیابی روش‌های دسته‌بندی و انتقال مواد در انبار هستش. به این ترتیب با استفاده از این شاخص‌ها به دنبال این خواهیم بود که طرحمون رو ارزیابی کنیم و در نهایت بهترین طرح رو انتخاب کنیم. این فصل هم به پایان رسید. برای همه شما دانشجویان آرزوی موفقیت دارم.